آداب و رسوم واتر سالوت یا خوش آمدگویی هواپیما ها لطفا برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب ویدیو رو لایک و زنگوله رو روشن کنید تا از کلیپ های جدید ما با خبر بشید زمانی که برادران رایت وسیله پرنده به نام هواپیما می ساختند نه تنها خودشان بلکه اطرافیانشان هم فکر این را نمی کردن که روزی روزگار این سنت آنچنان بزرگ و تاثیرگذار شود که حتی برای ساخت آنان نیز مراسمی تحت عنوان خوشامدگویی آن هم با ظرافت و قوانین مختلف و مختص به خودشان اجرا شود واتر سالوت که به اتاق آب نیز گفته می شود در واقع یک نوع مراسم خوشامدگویی متد اول و سنتی در صنعت هوانوردی و همچنین سنعت دریانوردی بین المللی است که با آن هواپیمای جدید را خوشامد می گویند بر طبق تعریف رسمی که در جوامع هواپیمایی از این مراسم ارائه می شود این مراسم عبارت است از اتاق آب یا به عبارتی دیگر واتر سالوت نام رسم و آینی کاملا نمادین در صنعت هوانوردی و همچنین سنت دریایی در بخش بین به حساب می آید. در واقع حرکت واتر سالوت یک نوع خیر مقدم به هواپیماهای دیگر است اگر بخوایم خیلی کوتاه و البته کاملی رسم را توضیح دهیم باید بگوییم که رسم خیر مقدم گفتن به هواپیمای تازه وارد به این صورت انجام میگیرد که هواپیمای مورد نظر در حالی که هنوز بر روی باند فرودگاه است از دو طرف بر روی آن با استفاده از ماشین های مستقر در باند فرودگاه که مخزن آب دارند و برای وظیفه آبپاشی مورد استفاده قرار می گیرند آب خود را بر روی هواپیما باز می کنند و بر روی آن تاقه از جریان آب تشکیل می گردند. به این صورت یک نیم دایر از آب بر بالای سر هواپیمای مورد نظر شکل می گیرد و از زیر این آب هواپیما رد می شود و پرواز خود را آغاز می کند و یا به پایان می رساند. فرودگاه و مسئولین باند پرواز در برگزاری این رسم جالب گاهی بسیار سنتی عمل می کند و گاهی هم آبها را به صورت ترکیبی رنگ و وارنگ که از لوگوی شرکت هواپیمایی خاص که هواپیما متعلق به آن است و یا پرچم کشوری که هواپیما در آن فعالیت می کند استفاده می کند و بدین صورت از خلاقیت خود برای برگزاری مراسم استفاده می کند. همچنین برخی از هواپیما هستند که در طول دوره فعالیت خود شاید برای یک یا چندین بار تغییر کاربری دهند مثلا یک هواپیمای مسافربری ممکن است تبدیل به یک هواپیمای تجاری و یا باری شود با اینکه در این شرایط برای بار اول نیستی از هواپیمای مزبور استفاده شده است اما به افتخار اینکه یک هواپیما کاربریاش را از هرچه بوده به تجاری تغییر داده است مراسم واترسالو در اولین پروازش انجام می شود. همچنین در هر زمانی که عضو قدیمی از هواپیما همچون کاپیتان و یا خدمش بازنشست میشوند به افتخار آنها مراسم واترسالوت را برگزار میکنند و بدین صورت با ادای احترام مخصوص به خود با او ودا کرده و برایش آرزوی موفقیت میکنند